رسول الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلاة و سلام على حبیبنا و مولانا رسول الله و على آله و صحبه و من بلا. سلام و هزاران سلام و هزاران درود خدمت همه شما دوستداران محمد مصطفی علیه صلات و السلام. عزیزان، در تلاشیم تا پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم رو در کنار خودمون داشته باشیم. وما کان الله لیعذبهم و انت فیهم. پیامبر در کنار ما باشه، ما از عذاب الهی، از دردسرها، از پریشانیها، از مشکلات و از بیماریهای روحی روانی در امان خواهیم بود. عذاب الهی به ما وارد نمیشه اگر ما پیامبر رو در آغوش خودمون و در کنار خودمون داشته باشیم. و صلی علیهم ان صلاتک سکن لهم. و اگر هرچه ما بیشتر به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم صلوات و درود بفرستیم، باعث میشیم که صلوات و درود پیامبر رو واسه خودمون جلب کنیم. جلب صلوات پیامبر، پیامبر برای ما دعا بکنن، این دعای پیامبر و صلوات پیامبر مایه آرامش و سکونت و راحتی ما خواهد بود. و امروز میخواییم در مورد نعمتهای بزرگ الهی بر ما و سخن بگیم و ببینیم که پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم شیوه پیامبر در شکرگزاری نعمتها چه بود، تا ما چون پیامبر نعمتهای پروردگار رو شکرگزار باشیم. خداوند متعال پیامبرش رو به عنوان یکی از بزرگترین نعمتهایی که به ما ارزانی داشته معرفی میکنه، یعنی یکی از بهترین و مهمترین نعمتهای الهی بر ما خود شخص پیامبر هست. نعمت ایمان نعمت بسیار بزرگ الهی است برای ما، نعمت وجود، نعمت زندگی نعمت بزرگی است، نعمت ایمان نعمت بزرگی است، نعمت قرآن کریم نعمت بسیار بزرگی است، و نعمت شخص پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم هم یک نعمت بسیار بزرگی است که خداوند متعال به ما یادآوری میشه این نعمتش رو. و علمو ان فیکم رسول الله. شما بدونید که در میان شما رسول خداست. و علمو ان فیکم رسول الله لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم. اگر پیامبر ما در بسیاری از مسائل پیروی حرف شما رو بگیره، یعنی اون چیزی که شما میخواید، ما خیلی چیزا رو به تصورات که به اصطلاح ناپخته ما خیلی چیزها رو طلب میکنه. خداوند متعال میفرماید اگر پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم حرف شما رو بگیره، در بسیاری از مسائل شما توی دردسر میفتید، شما توی مشکلات میفتید. پس اینی که خداوند متعال ما رو از این مشکلات نجات میده، به خاطر چی؟ به خاطر راهنمایی های پیامبر. اینی که راهکارهای پیامبر مهمتر از راهکارهای ما، راهکارهای پیامبر باعث سعادت و شادکامی ما بیشتر میشه از اون تصوراتی که ما داریم. لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم ولکن الله حبب الیکم الایمان. این لطف الهی است بر ما که خداوند متعال ایمان رو در قلب‌های ما محبوب قرار داده. ما با ایمان لذت می‌بریم، ایمان رو دوست داریم. و زینه فی قلوبکم، اون رو در دل‌های ما زینت داده. ما از ایمان و از اون راهکارها و شکل و شمایلی که ایمان به ما میده ما لذت می‌بریم. این رو از زینت خودمون می‌دونیم، اون آداب ایمانی رو زینت خودمون می‌بینیم، اون مفرداتی که ما با اون ایمان خودمون رو به خدامون نشون میدیم اون به اون عشق میورزیم، دوستش داریم. و در این حال این قسمت رو خداوند متعال برای ما زینت داده، جالبش کرده. در مقابل این و کره الیکم الکفر والفسوق والعصیان. و در مقابل این کفر، فسق و فجور، بدبختی ها، زشتی ها، اینها رو دل شما رو از اینها دور کرده. ما از هرچه عصیان هست، از هرچه نافرمانی هست، از هرچه گناه هست، از هرچه زشتی هست متنفریم. این یکی از نعمتهای الهی است که خداوند متعال است که کره الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون.
اونهایی که این مسیر رو انتخاب کردن، اونها انسانهای راشد هستن، اینها انسانهای پخته، انسانهای عاقل، انسانهایی که میدونن چطور در محیط زندگی وجود داشته باشن، اونهایی که ایمان در قلبهایشون محبوب هست و زینت داده شده، در مقابل کفر و عصیان ازش متنفر هستند و از اون دوری میکنن. برعکس اون چیزی که هوا و هوس ما، شیطان برای ما میخواد. شیطان چیکار میکنه؟ و زین لهم و شیطان و اعمالهم، زینت میده شیطان، جلوه زیبایی میده شیطان اون حرکت های شما مردم رو. شما میبینید که الان مثلا میبینید که برخی از عزیزان ما خیلی چیزها پیش ما در عرف انسانی ما، در عرف فطری ما عیب بود. یعنی اگر یه دختر خانومی شلوارش جایی پاره می بود، زشت بود که بره بیرون شلوارش پاره، از این تو خونه خجالت می کشید اون شلوار رو بپوشه. الان می بینید که همین دختر خانم یا همین آقا پسر جوون شیک میره مثلا یک شلواری می گیره که 10 جا 20 جاش پاره پوره است. که چی؟ این آقا مده، شکلهایی برای خودش در میاره، شکلهای انواع و اقسام، مدل ریش، مدل نمیدونم مو، مدل چی، یک چیزهایی که با فطرت در تضاد هست، زشته، شکلش زشته، اما شیطان زینتش میده. اون همین کارو میکنه، خیلی واسه خودش پوز داره میده، خیلی هم لذت میبره، فکر میکنه که خیلی بسرا، در حالی که مردم به یک حالتی بهش نگاه میکنن چقدر زشت، چقدر بد، چقدر بی‌تربیت، چقدر فلان. این کی اینجور نگاه میکنه؟ راشدون، اونهایی که پختند، اونهایی که عقل دارند، اونهایی که حبب الیهم الایمان و زینه فی قلوبهم و کره الیهم الکفر و الفسوق و العصیان، اونهایی که زینت داده شده تو قلبشون ایمان و ارزش ها و اخلاق درست و اون چیزی که با فطرت انسان سازگار هست، و از هر آن چیزی که با فطرت در تضاد هست، با انسانیت انسان در تضاد هست، اونها بیزارند. یعنی انسانها، اونهایی که با انسانیت خو گرفتن. اما اونهایی که راهکارشون به حیوانیت میره، حیوانیت مصدر شهوت هست، مصدر زینت شهوت، اونجاست که این به اصطلاح شیوه های حیوانیت در شکل و در پیش اونها زینت داده میشه. مثلا میبینید که دیگه به اصطلاح تمام پوز دادنش، تمام شخصیتش، نمایش شخصیتش با چی است؟ در 4 تار مو که مثلا بزنه یک کاکولی واسه خودش بذاره، یا نمیدونم با یک رنگی که مثلا موش رو رنگ بکنه، یا لباس رنگ کنه، یا صورتش رو رنگ کنه، یا نمیدونم شکلی که برای ابروهاش بده، یا به ریشش خطی بذاره. شخصیتش تو همین چیزهای پوچ هست. زین لهم الشیطان و اعمالهم، شیطانی که اونها رو بینجوری بادشون میکنه. انسانهای پوک مزاج، انسانهایی که عقلشون رو استفاده نمیکنن، انسانهای هرهوری، اینها همون چیزهایی هستند که زین لهم الشیطان و اعمالهم. چرا؟ چون که پیامبر رو در کنار خودشون ندارن. خداوند متعال به ما میفرماید و کیف تکفرون، چه شده که مثلا شما کفر بورزید؟ چطور شما کفر می‌ورزید؟ و کیف تکفرون و انتم تتلا علیکم آیات الله و فیکم رسوله، چطور ممکنه که شما بیایید کفر بورزید در حالی که آیات خدا برای شما تلاوت میشه، در حالی که قرآن رو دارید؟ قرآن رو دارید، آیا عقل ایجاب میکنه کسی که قرآن داره باز بره کافر بشه؟ و فیکم رسوله، و در میان شما پیامبرش هست. در میان شما پیامبر بودن خیلی حرفه. پیامبر بودن یعنی اینی که شما رو از کفر باید دور کنه، پیامبر بودن یعنی اینی که ایمان در سینه های شما زینت داده باشه، محبوب باشه. وقتی پیامبر نباشه، اون وقتی که دیگه طرف میره کفرم میکنه، کفر یعنی نهایت حماقت، نهایت پستی عقل انسانی، وقتی از که مسیر کفر رو انتخاب میکنه، یعنی مسیر حیرت زدگی، مسیر بی هدفی، زندگی بی هدف، مسیر پوچ بودن. کافر یعنی چی؟ یعنی کسی که پیچ هدفی تو زندگیش نداره، پوچ، نهایتش از نهایتش مرگ، همه ای تلاش 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 برای هر روز زندگی، بعدشی بعد مرگ، بعدشی هیچ چیز دیگه، بدبختی و فلاکت. چرا کافر همیشه در یک دلهره است، در یک استرس و اکتئاب، در یک مصیبت و افسردگی به سر میبره؟ چون که جلوی روش تاریکی است، جلوی روش نابودی مطلق هست، جلوی روش یعنی هیچ و پوچ بودن.
وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آياته وفيكم رسول ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. اون کسی که چنگ میزنه به پیامبر، چنگ میزنه به راه الله، به راهی که پیامبر بهش نشون داده، فقد هدی الى صراط مستقیم، اون پاشو گذاشته توی راه مستقیم، اونه که داره درست حرکت میکنه، اونه که مسیر رو درست داره میره. اینی که ما بدونیم چطور حرکت بکنیم، بدونیم این نعمت وجود مبارک پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم رو واسه خودمون قدر بدونیم. یعنی شما تصور کنید چقدر خداوند متعال به ما لطف و کرم داشت که پیامبر رو برای ما فرستاد. یعنی میتونستیم ما متولد بشیم و هر یکی روی گلوش یک قرآن کریم آویزون باشه، یعنی هر کسی بیاد و یک قرآنی دستش باشه، کتاب هست آقا خودت راه تو پیدا بکن. اما نه، خداوند متعال پیامبری رو برای ما میفرسته که این پیامبر از خود ماست، تا ما دقیقاً ببینیم که پیامبر چطور حرکت کرده و دقیقاً همون راهکار پیامبر رو به پیش ببریم. در سوره بقره آیه 157 میخونیم که خداوند 151 خداوند میفرماید کما ارسلنا فیکم رسولا منکم. خداوند متعال میفرماید که من نعمتهایم رو همین طور برای شما نعمتهای بسیاری میدم، مثل این نعمتی که ارسلنا فیکم رسولا منکم، مثل همونی که ما از میان شما پیامبری رو برای شما فرستادیم. این چقدر نعمت بزرگ الهی است که خداوند متعال بر ما منت میذاره که من همچین نعمت بزرگی رو بر شما دادم. چه نعمتهای بسیاری که خداوند متعال به ما داده اصلا ذکرش هم نکرده. و این تعدو نعمت الله لا تحصوها، اگر بخواید نعمتهای الهی رو شمارش بکنید امکان نداره، بیشمار هست نعمتهای پروردگار، بیشمار هست. اما خداوند متعال ما رو بارها و بارها به نعمت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم متذکر میشه. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، همونطوری که برایتون رسولی پیامبری از میان خودتون فرستادیم، یتلو علیکم آیاتنا، میاد که آیات قرآن کریم رو برای شما تلاوت بکنه تا قرآن رو بفهمید، تا قرآن رو از دهان مبارک پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم یاد بگیرید. و یزکیکم، و شما رو پاک میکنه. پاکتون میکنه از چی؟ پاکتون میکنه از همه زشتی ها، از همه تصورات غلط، از همه سردرگمی ها و بیچارگی ها و پریشانی ها. پاکتون میکنه از همه کارهای زشت، از قبر پرستی، از آتش پرستی، از پرستش گاو و گوسفند و طبیعت، از پرستش غیر الله. پاکتون میکنه، عقلاتون رو میشوره از کثیفی هایی که در زندگی هست، از شراب، از قماربازی، از خوردن حیوانات و از مثلا از همه چیزهایی که نجس هست، کثیف هست، از همه ناپاکی ها شما رو پاکتون میکنه. پاکتون میکنه از هر چیزی که به شما ضرر میرسونه و شما رو میاده رشد میده و بهتون نشون میده اون چیزهایی که مفید هست برای شما، از اخلاق و ارزش ها گرفته تا خورد و خوراک گرفته تا چگونه ساختار یک سیستم زندگی مناسب خانوادگی تا ساختار سیستم اجتماعی، همه اینها رو پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به شما یاد میده. و یزکیکم و یعلمکم الکتاب و الحکمه، و شما رو کتاب و حکمت یاد میده، کتاب قرآن، و شما رو تشویق میکنه به مطالعه و خوندن و درس و تعلیم و رشد در فضای آموزشی و رشد در فضای حکمت و درایت و فهم و سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم. و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، و شما رو یاد میده اون چیزایی که اصلا یاد نداشتیم. خیلی چیزا رو ما یاد نداشتیم و پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم به ما یاد دادن، یعنی راهکار زندگی، راهکار درست زیستن، انسان زیستن رو پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم به بشریت آموختن. این پیامبر نعمت بسیار بزرگی است که خداوند متعال برای ما داده. و در آیه 128 سوره توبه میخونیم لقد جاءکم رسول من انفسکم، اومد پیش شما پیام آوری از جانب خداوند متعال از خودتون، من انفسکم عزیزون علیه ما عنتم، هر چیزی که برای شما دشوار باشه، شما را اذیت بکنه، باعث ناراحتی شما باشه،
این برای پیامبر گران تموم میشه. پیامبر نمیخواد که شما هیچ ناراحت بشید، هیچ اذیت بشید، هیچ آزار ببینید، هیچ سختی بیاد براتون. عزیزون علیه ما عنتم، حریصون علیکم، خیلی هوای شما رو داره، خیلی مواظب شماست. حریصون علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، برای مؤمنان رؤوف، مهربان، بردبار با مؤمنان، لطف و کرم خاصی برای مؤمنان داره، سخاوتش برای مؤمنان هست. اون همه معانی زیبای کرم و سخاوت و مهر و محبت و شفقت و الفت رو برای مؤمنان داره. این پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم هست که خداوند متعال به عنوان یک نعمت بزرگ برای ما فرستاده. پس نعمت پیامبر رو احساس بکنیم. احساس نعمت پیامبر باعث میشه که ما دوستش داشته باشیم. احساس نعمت پیامبر وقتی میشه که ما سیرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم رو بخونیم. خیلی زشته، خیلی زشته که ما بیاییم از یک انسان مسلمون بپرسیم در مورد زندگی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم. زندگی پیامبر اکرم یک تاریخ نیست. زندگی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم یک برنامه زندگی است، راهکار رستگاری و رسیدن به نجات و سعادت و خوشبختی است. وقتی که طرف از زندگی پیامبرش هیچی نمیدونه، خیلی از عزیزان رو من میبینم که دم از روشنفکری، دم از عقل و دانش و درایت و فهم میزنن، اما وقتی میای میبینی که هیچ از پیامبرشون نمیدونن، کله هاشون خالی از چی است؟ از قرآن و مفاهیم و ارزش های قرآنی. اون وقت اسمشون رو هم با کمال بی حیایی اسمشون رو گذاشتن مسلمون. کدوم مسلمونی؟ کدوم مسلمونی؟ مسلمونی فقط این نیست که آقا تو شناسنامه نوشته باشه مسلمون. مسلمونی این نیست که آقا اسمت احمد و محمود باشه، اسم پدرت محمد و اسم مادرت فاطمه و زینب و نمیدونم فلان. نه عزیز من، مسلمونی این نیست. پیش خداوند متعال که پارتی بازی نیست. لم یلد ولم یولد. خداوند متعال هیچ خویشاوند و خویشی نداره که آقا چون که شما خویشاوندای خدایی خدا هستید. این حرفا تو کله های پوک ملت هایی بود که قدیما دین هایشون رو عوض کرده بودند. خداوند متعال اونها رو تصویر کاریکاتوری زشتی اونها رو معرفی کرد که چی؟ تصویرشون رو ببینید چقدر زشته. تو قرآن کریم کل حمار یحمل و اسفارا، مثل الاغی که باری از ارزش ها و کتاب ها رو بالای سرشون گذاشتن. کتاب دارند، ارزش ها دارند، اما به هیچ کدومشون عمل نمی کنن، هیچ کدومشون نمی دونن، اینو خرن. قرآن اینها رو خر تصویر میکنه. آیا لیاقت من و شما داره که ما همچنین تصویری رو برای ما هم قرآن بده؟ نه عزیز من، الان فرصت ها فراوان هست. الان از این فرصت ها استفاده بکنیم، از این شبکه های ایمانی و شبکه های اسلامی استفاده کنیم. چرا بریم وقتمون رو ضایع کنیم دنبال چند تا انسان های پوچ و بی هدف در زندگی که راهکار حیوانیت رو انتخاب کردن و با اونها برقصیم و با اونها طرب و فرم؟ آخه زندگی واسه همین است. چقدر ما نقشه میکشیم برای ساختار زندگی دنیامون. این زندگی دنیا در واقع مزرعه آخرت هست. این تلاشی که در دنیا میکنیم باید جهت‌دهی بشه برای رشد خودمون، برای فهم خودمون، برای تا حداقل در زندگی یک زندگی خوبی داشته باشیم، یک زندگی پر از شادی، پر از سعادت، پر از راحتی. نه اینی که همش درد، مصیبت و پریشانی. برای چی؟ به خاطر اینکه از راهکار درست ایمانی رفتی به دور. وقتی میبینیم که خداوند متعال پیامبرش رو در همون ابتدای دعوت اسلامی میاد و پیامبرش میگه و اما بنعمت ربک فحدث، نعمت های الله رو ببین و اونها رو بازگو کن، بگو. بگو به کی؟ خداوند متعال نفرمودند که نعمت ها رو ببین و بازگو کن به مردم. نه، بگو به همه. یعنی چی؟ اول به خودت. اول این نعمت ها رو باید خودت ببینی. وقتی که نعمت های الهی رو میبینی، شکر خدا رو به جا میاری، از این نعمت ها لذت میبری، میدونی که چطور از این نعمت ها استفاده بکنی. وقتی که چشمت به اون چیزی هست که پیش دیگران هست، اون وقتی که حسرت میخوری، اون وقتی که دیگه نعمت های خودت رو نمیبینی، اون وقت داده ها، اون چیزایی که داری رو نمیبینی، چشم و گوشت فقط به اون چیزی هست که نداری، دیگران دارند. زندگی تلخ،
با وجود این همه نعمتهایی که دور برت هست، اما کور میشی، همه اینها رو نمیبینی، چشم بصیرتت بسته شده. اینه که باید نعمتهای الهی رو ببینیم، ببینیم تا ازشون لذت ببریم، ببینیم تا شکرشون رو ادا کنیم، ببینیم تا به خدامون بگیم خدای شکرت که همچنین نعمتهایی رو به ما دادی. چقدرند نعمتهای الهی، نعمت ایمان، نعمت رستگاری، نعمت هدایت، نعمت عقل، نعمت فهم و درک و شعور، نعمت اینی که پیامبری دارم به این عظمت و این زیبایی و این مهر و محبت و عطوفت و این لطف و کرمی که به من داره و این محبتی که واسه من داشت، نعمت قرآن کریم، نعمت خانواده، نعمت امنیت، نعمت آسایش، نعمت هایی که خداوند متعال به ما داده، نعمت بصیرت، نعمت گوش، نعمت زبان، نعمت هایی که خداوند متعال داده، چقدرند که اگر بخوایم شکر نعمت ها بکنیم، شکر یکی از هزار نمیتونیم بکنیم. یعنی یک هزار نعمت ها نه، یک میلیون نعمت ها رو ما نمیتونیم شکرش رو ادا بکنیم. اما چی؟ اما لذت میبریم وقتی که نعمت ها رو ببینیم. ببینیم پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم شیوه تربیتیش چطور به ما نشون میده که آقا چشو گوشت و کن نعمت ها رو ببین. وقتی که پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم هر شب میخواستن بخوابن، ببینید چی میفرمودن. دعای خواب پیامبر رو ببینید. الحمدلله الذی اطعمنا، سپاس و حمد پروردگار را که ما رو غذا داد. امروز یه غذایی پیدا کردیم تونستیم بخوریم. الحمدلله الذی اطعمنا و سقانا، و الحمدلله امروز آبی پیدا کردیم و تونستیم نوش جان بکنیم. و کفانا، و ما رو کافی کرد، ما رو حفظ کرد، حفظمون کرد و کفایت داد. کفایت داد از چی؟ از همه بیماری ها ما رو نجات داد، از همه سختی ها، از همه حیوانات درنده ما رو حفظ کرد، از همه حشرات موذی ما رو حفظ کرد، از همه زشتی هایی که توی دنیا هست، از همه امواج ضرر رسان، از همه میکروب ها، از همه بدی ها، از همه شر و شرارت ها، از انسان های قالطاق، از ظالمان، مستبدان، همه اینها ما رو کفایت داد و ما رو حفظ کرد، در حفظ خودش نگه داشت. و آوانا، و ما رو یک مأوایی داد، یک ملجعی داد، یک سرپناهی داد. یه جایی هست که میگیریم میخوابیم، یک جایی داریم که میخوابیم، همین جایی که هست، همین کلبه درویشی که هست، همین زمینی که هست، همین سنگی که زیر سرمون میتونیم بذاریم، هر چه که داری ببین چه نعمتهای بزرگی داری. یعنی عزیز من، هر یکی از ما نگاه کنیم آیا این نعمتهایی که من و شما امروز داریم، فرعون میتونست تو خواب اینا رو دیده باشه؟ همین هایی که داری، همین هایی که اصلا نمیبینیش، همین پنکهی که داری و هی میگی که دیگران کولر دارن من پنکه دارم، دیگران اسپلت بگذاشتن من هنوز همین پنکهی قدیمی غر 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 صدا میزنه. عزیز من، همین پنکهی که غر غر صدا میزنه، میدونی فرعون که فرعون بود، وقتی میخواستن بادش بزنن، 10 تا از این برده های سیاه قطور رو می آوردن که اون بیچاره ها توی عرق ریختن، توی گرمی بوی عرق تندی می دن، و اونها دستشون این پرهای طاووس بود که تکون می دادن تا فرعون رو مثلا این بادکی بزنن. و شما این پنکه رو دارید، اون آرزوی شبچید بود، اصلا تو خوابش هم چیزی رو ندیده بود. شما نمیدونم جایی میخواید برید، ماشین نیست، آقا توی اتوبوس سوار میشید. اتوبوس چه هست؟ اتوبوسی هست یک صندلی داره، آقا صندلی گیرت نمیاد، وای میسی. اما اتوبوسه ظرف یک ساعت شما رو چند صد کیلومتر راه میبره. و اگر همون فرعون و همون قارون با اون همه ثروتش اگر میخواد 100 کیلومتر راه رو بره، باید روی 10 تا یک گارو رو میگرفتن، به 10 تا اسب میبستن و این اسبها می رفتن، این آقای اینجوری حرکت می کرد، پدرش که در اون می اومد تا اونجا کمرش خشک می شد تا می رسید به اون به سلام مقصدش، شما در یک ساعت رفتی، اون آقا همین 100 کیلومتر رو باید در 10 ساعت طی می کرد. یعنی نعمت هایی که خداوند متعال به ما داده خیلی هست، اما نیاز هست که ما چشم و گوشمون رو باز کنیم،
الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا. فكم ممن لا كافئ له ولا مؤوي. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله میفرماید ببینید وقتی نعمت ها رو نگاه میکنید به زیر دستاتو نگاه کنید. ما رو خداوند متعال الحمدلله غذایی داد، چیزی نوشیدیم، الحمدلله از مصیبت ها در دور هستیم، یک سرپناهی هم داریم، حالا کرایه هست، حالا خراب هست، حالا دیوارش کجه، حالا سقفش تریکیده، اما هست. خیلی ها هستن، چقدر انسان هایی هستن که همین شبی که من دارم میخوابم اونها دارن با شکم گرسنه‌شون جنجال دارن و نمیتونن از گرسنگی یا از تشنگی بخوابن، یا در خطر هستن، دشمنی اونها رو تهدید میکنه، یا بیماری هست که نمیگذاره اونها بخوابن، یا سردی وحشتناکی هست که نمیذاره اونها رو بخوابن، یه سرپناهی ندارن، از این ور برف، از اون ور آب، از زیرشون آب اومده، از بالاشون برف میاد. همه این مشکلات رو خیلی دارن. همین وضعیتی که عزیز من شما دارید ازش مینالی آرزوی میلیون ها انسان هست. چرا میلیون ها انسان بیان همین وضعیت شما رو قرار بگیرن، خوشحال میشن، سجده شکر به جا میارن، و شمایی که توی این وضعیت قرار دارید سجده شکر به جا نمیارید، از این نعمت ها لذت نمیبرید. خیلی انسان باید ناشکر باشه. و قلیل من عبادی شکور، خیلی کمند از بندگان من که شکر نعمتها رو به جا بیارن. این همون چیزی هست که شیطان تلاش رو میداره. شیطان میگه که کالف به ما اغویتنی لعقودن لهم صراطک المستقیم. شیطان قسم خورده که حالا که من گمراه شدم، حالا که من جهنمی شدم، سر گردنه راه های همین انسان ها میشینم و اونها رو از راه راستت، راه دیدن نعمت ها، راه شکرگزاری میذارم کنار. صراط مستقیم چه هست؟ ثم لآتینهم، بعد میام من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم و لا تجد اکثرهم شاکرین. حمله میکنم از جلو، از پشت، از راست، از چپ، از هر طرف بهشون حمله ور میشم، وسوسه میکنم، چیزایی عجیب غریب رو براشون زینت میدم تا بیشتری چون شکر نعمت ها رو به جا نیارن، تا چشماشون کور بشه، واقعیت های نعمت ها رو نبینند، با هوا و هوس و با وسوسه های شیطان خودشون رو گم بکنن و نتونن، چشم بصیرتشون قدرت دیدن نعمت رو نداشته باشه و نتونن شکر نعمت رو به جا بیارن. پس صراط مستقیمی که شیطان تلاش داره انسان رو از اون منحرف بکنه این هست که نگذاره شما نعمت‌های الهی رو ببینید و شکر نعمت بجوید، تا نگذاره که شما از نعمت رو ببینید و ازش لذت ببرید، ازش استفاده بکنید. نعمت‌ها رو دارید اما از کنارش میگذارید بدون اینکه اون رو ببینید. این تلاش شیطان هست که بیاد و همچنین ضربه‌ای رو به انسان برسد. حالا ببین پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله هم آرام خوابیدن. صبح که بیدار میشن اولین حرفی که میزنن، اولین دعایی که میکنن بعد از بیدار شدن چه هست؟ میفرمایند که وقتی که انسان الحمدلله الذی احیانا بعدما اماتنا و الیه النشور، الحمدلله الذی احیانا، حمد و سپاس الله را که به ما زندگی نو بخشید، بار دیگر ما را زندگی کرد، زنده کرد، یعنی مرده بودیم با خواب، خواب در واقع مرگ هست. بعد از این خیلی ها خوابیدند و هرگز بیدار نشدند، خیلی ها خوابیدند و سقف خونه روشون اومد پایین، خیلی ها خوابیدند و مردند، سکته کردند تو خوابشون، هرگز بیدار نشدند. من هم میتونستم یکی از همونا خیلی ها باشم، اما خداوند متعال بار دیگر به من زندگی بخشید. الحمدلله الذی احیانا بعد ما اماتنا، خدا رو شکر که ما رو زندگی بخشید بعد از این که ما رو کشته بود. در واقع مرگ، خواب یک مرگی بود. و الیه النشور، و روز قیامت ما به سوی خداوند برخواهیم گشت. یعنی زندگی رو دیدن، از زندگی و وقت لذت بردن، نه اینی که یه روز دیگه اومد، امروز رو چه کار کنم،
هی تلفن میکنن بیا که وقت کشی بکنیم، یه دور هم بشینیم یه وقتمون رو بگذرونیم. یعنی وقت، ارزش طلایی وقت، ارزش زندگی وقت، ارزشی که تو اون شما میتونید مزرعه های آخرتت رو سرسبز کنی. حضرت ابراهیم وقتی برای ما پیام فرستاد گفت های امت پیامبر من، این بهشت زمینش حاصل خیزه، زمین بهشت قیان هست، حاصل خیزه و شما میتونید توش بکارید و کاشتهاش، درختاش، عشقش، ثروتهاش، نعمتهاش چه هست؟ سبحان الله، الحمدلله، ولا اله الا الله، والله اکبر. ذکر الله، در یاد الله بودن، یاد الله به شما انرژی میده برای کار، یاد الله به شما انگیزه میده برای کار و فعالیت و خدمت خلق. یاد الله هست که شما رو به حرکت در میاره. یاد الله به شما میگه که شما یک انسان مفیدی هستی، نباید وقتت رو بیهوده ضایع کنی، نباید این فرصت زندگی که خداوند متعال، این نعمت زندگی که خداوند متعال داده، این رو نبینی. مشکل کجاست؟ مشکل وقتیه که ما نعمت رو هر روز میبینیم، داریمش، عادت میکنیم بهش. عادت نعمت یک درد بدی است که وقتی انسان نعمت رو نمیبینه و بهش عادت میکنه، فکر میکنه دیگه چیزی نیست، این چشم من که باز و بسته میشه، باز و بسته میشه دیگه، کارش. ببین خیلی ها که چشمشون بسته شد و هرگز باز نشد. اینی که من صدا رو میشنوم انگار که هیچ چیزی خاصی صورت نمیگیره. این نعمت بزرگ که چطور این امواج صوتی میان و این امواج توی گوش من تبدیل میشن به صدا و من اینها رو میفهمم، درک میکنن. اینو چه وقت میفهمیم؟ وقتی میبینیم کسی که گوشش کره، کسی که گوشاش وقتی یک صدای کوچیکی میاد، این صدای کوچیک رو تبله گوشش میکنه، یک جیغ داد میزنه، آقا داد نزنید، خب ما داد نزدی، صدای حرکت مورچه اون رو از خواب بیدار میکنه، خواب آرامش نداره. اونی که گوش درد داره، اونی که گوشش سنگینه، داد میزنی و نمیشنوه، اون وقته که میفهمی همین نعمت شنوایی چه نعمت بزرگی بود. پس نعمتها رو قبل از اینکه از دستش بدیم اینها رو ببینیم. نشه که این صحت و سلامتی ما تاجی هست که روی سر ماست و تقنها بیمارا اون رو میبینن. نشه که ما روزی برسه که این آرزوی این تاج رو بکنیم اما دیگه رو سرمون نباشه، رو سر دیگران اون رو ببینیم و حسرتش رو بخوریم. خیلی هست که نعمتهای خدا رو ببینیم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید من اصبح منکم آمنا فی سربه، کسی که یه روزش اومد در حالی که تو خونه‌اش هست امنیت داره، از دشمنی نمیترسه، از حیوان درنده‌ای هراس نداره، از خطراتی که هر آن بیاد روی سرش از اونها هراسی نداره. ببینید چقدر انسان‌ها هستند که صبح میاد و مو روی بدنشون سیخ هست، هر لحظه امکان داره این حاکم ستمگر مستبد افرادی رو بفرسته تا اون رو دستگیرش بکنن، هر لحظه ممکنه که این نیروهای ظلم و ستم و وحشت از بالای سرش تیربارانش کنند و بمب بندازند روش، هر لحظه امکان داره که حیوانات درنده اون رو تکه پارش بکنند. امنیت نداره. این امنیتی که ما داریم این رو قدر بدون، نعمتی است که شکرش بکنیم، ببینیمش. کسی که روزش رو آغاز میکنه در حالی که امنیت داره، معافن فی جسده و جسمش سالم هست. خیلی ها هستند که جسم سالمی ندارن، خیلی ها هستند که نفس کشیدنشون به بدبختیه، راه رفتن نمیتونن، تا میخوان برن دستشویی نمیتونن. اینا رو ببینیم و این نعمت پا، نعمت حرکت، نعمت صحت و سلامتی رو ببینیم. عنده قوت یومه، غذای همون یه روزشو داره. اگر شما امنیت روز اون روز رو داشتید، هر روزی که توش امنیت دارید و جسدتون صحت داره و
خورد و خوراک اون روز رو دارید، یه چیزی هست که شکمتون رو باش گول بزنید. فکأنما حیزت له الدنیا بحذافیرها، گویا که تمام دنیا رو به اون دادند. باید اینقدر شاد باشیم، اینقدر باید شکرگزار باشیم. عزیز من، این مقدمات زندگی، یعنی کمترین چیزی که در یک زندگی نیاز هست، یک امنیت، سلامتی و یک غذا، اگر اینها رو داری دیگه شکر خدا رو به جا بیار، امروزت رو شاکر الله باش، نه اینکه بیای زجر بکشی به خودت امروز فردا چه بخوریم، هر چمه دار و ندارمون همین یه هفته تموم میشه، بعد فکری فردا، فکری یک هفته بعد، فکر نمیدونم فلان، فکر این که ماشینمون کهنه شده، فکر این که وسایل خونمون قدیمیه، فکر اینی که مدل‌های موبایلمون باید عوض بشه. با اینها زجر کشیدن، با اینها برای خودتون درد سر درست کردن، با اینها که فلانی این گفت و فلانی این کارو کرد و فلان این کارو کرد، ببینید چقدر اینها به ما ضربه میزنه و چقدر احیانا ما با زبان بیلگاممون به دیگران ضربه میزنیم. خانم این همون ماشین نیست که 3 سال پیش ما اومدیم خونتون زیر پاتون بود؟ ما تا حالا 2 تا ماشین عوض کردیم، شما همون ماشین رو داریم؟ اون سالی اومدیم شما 2 تا بچه داشتید، خونتون همین بود، الان ماشاءالله 5 تا شدن، باز هم تو همین خونه اید؟ ما تا حالا 4 تا خونه عوض کردیم، فروختیم، خونه بزرگ گرفتیم، ما 3 تا بچه داریم، یه ویلا داریم، شما همه این کمی 3 اتاق رو دارید با همون سقف قدیم. اینا رو میبینید که به هم دیگه میگیم بدون توجه، این طرف توی این خونش به چه خوشحالی زندگی میکرد، خونه دارم الحمدلله 3 اتاق داره، توی این خونه عشق میکرد، اما وقتی که شما اومدین این حرف رو زنید دیگه این خونه براش تنگه، دیگه تا به تحمل این خونه رو نداره، دیگه این ماشین قدیمی شده، دیگه نمیتونه این رو، بابا از سفر اومد هیچی براتون نآورد. اینا از عشق بازگشت بابا که بعد از 2 سال اومده تو پوستشو نمی گنجیدن، اینقدر خوشحال بودن. تا اینکه همین همسایه، عمه، خاله، نمیدونم این انسانهای موزی، یکیش اومد گفت بابا جان شوهر من رفته بود تا روستا، اومده بود 2 روز، بعد از 2 روز اومد واسه من انگشتر طلا خرید. شوهر 2 سال رفته بود خارج، اومده هیچ واسه تو نیاورده. دیگه این شادی بازگشت همسر، شادی پدر، همه اینها رو زد نفله کرد با یه زبان بیلگامش. نگذاریم که همچنین افراد موزی، اینها کیان؟ اینها شیطان ها هستن، همین شیطان. شیطان میگه که از جلو میام، از پشت میام، از این ور، از اون ور، از هر طرف، تو این گوشت میگم، تو این گوشت میگم، تو جلوی روی چشمات میذارم، از پشت صدا میزنم، تا چی؟ تا شکر نعمت به جا نیاری. اون وقت دیگه همه این نعمت هایی که میتونست مصدر سعادت باشه همه شد بدبختی، همه شد مایه جنگ. الان روی این صندلیش دیگه نمیتونه راحت بشینه، چرا؟ چون که اون همسایه گفته که این چه صندلیه، دیگه نمیتونه از این یخچالش لذت ببره، از این ماشینش، از این نعمت هایی که خداوند متعال بهش داده، نه از فرزنداش، از خانوادهش. چرا؟ چون که دیگری چیزی گفت، شیطانی گفت. فکر نکنیم که شیطان همون فقط شیطان ابلیس هست، نه خیر، شیاطین الانس والجن یوحی بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. ما شیطانهای انسانی داریم و شیطانهای جنی، این شیطانهای انسانی و جنی با هم هماهنگ میکنن، این به این یاد میده، این به این یاد میده. چرا این حرف رو زدی؟ الله تو دلم اومد دیگه، همینجور گفتم، مگه من چیزی گفتم؟ شیطان اومد دید که این فرد خوبه، قابلیتی این رو داره که زبانش رو ازش استفاده بکنم، شیطان اومد توش سوار شد، اومد زندگی یکی رو به هم زد، لذت و سعادت رو از زندگی یکی برداشت. ببین پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم چطور به ما نشون میده که آقا جون اگر ابتدایی ترین موارد زندگی رو دارید، این رو شکر بذارید،
لذت ببرید، انگار که تمام دنیا رو به شما دادن. دختر پیامبر، دختر پیامبر تو خونه همه کارهای خونه رو میکرد، آسیاب میکرد، آب از دور میآورد، نمیدونم خمیر میکرد، گوسفندی اگر داشتن گوسفندا رو جمع و جور میکرد، یعنی دستاش پینه زده بود. این گل دختر پیامبر هست. شوهرش خسته شده بود، علی کارهای این باغا برو کار بکن، نمیدونم آب بکش از یک چاهای آب بکش برای مزرعه، برای خونه، برای این ور اون ور فروختن، هیزم کشی، همه این کارا. کمرش درد گرفته بود، همسرش دستاش پینه زده بود و غنایمی برای پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، برای دولت غنایمی اومده بود. خب این غنایم، خب حضرت علی به همسرش میبینه دستش پینه زده، دلش میسوزه، میگه برو پیش بابا، برو پیش پیامبر، بگو که خادمی کسی به من بدن کلفتی که بیا تو خونه همراه همکاری بکنه، من که خسته شدم، کمر دردم. فاطمه میره پیش پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، سلام میکنه. پیامبر همیشه بلند میشدن فاطمه رو میبوسیدن رو پیشونیش بود. بله دخترم، چیزی میخوایی؟ نه یا رسول الله، اومدم حالی از شما بپرسم. روش نمیشه. روز دوم نشد. چی کار کردی؟ هیچ، رفتم روم نشد. باز تشویقش کرد. روز دوم رفت، باز چی؟ هیچ، اومدم به احوال شما رو بپرسم. برمیگرده و روش نشد بپرسه. روز سوم حضرت علی میگه آقا بریم با هم بریم. میرن اونجا پیش پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، من روشو نمیشه. آخر ها چی میخواهید؟ راست بگید. بله یا رسول الله، من از بس بیرون کار میکنم کمر درد شدم، کارمون سنگینه. فاطمه هم میگه دستای من هم که پینه زده از کارهای خونه، اگر یک کلفتی. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله میفرمایند من اهل صفه رو، درد اونا رو دارم. اهل صفه رو نه تا حالا نمیتونم قضاشو رو درست تأمین بکنم. دانشگاه، دانشجوهای دانشگاه اهل صفه اینها نیازشون بیشتر از شماست. و این عزیزان خب برمیگردن ناراحتن. پس پیامبر چیزی خواستن و پیامبر بهشون نداشت، نداد. وقتی برگشتن پیامبر این رو درک کرد. شب پیامبر اومدن خونشون، اومدن و کنارشون نشستن و گفتن من این چیز بهتر از اینها که جبریل به من یاد داده رو بهتون یاد بدم. عزیزان قبل از اینی که بخوابید، قبل از این که بخوابید 33 بار بگید الله اکبر. 33 بار عظمت الله متعال، بزرگی الله متعال رو به خودتون یادآور بشید. فاما به نعمت ربک فحدث همینه، با خودتون حرف بزنید. 33 بار عظمت الله رو به یاد خودتون بیارید و 33 بار بگید سبحان الله. 33 بار پاکی و منزهی پروردگار رو تو ذهنتون تداعی بکنید که خداوند از هر ضعف و ناتوانی و از هر اینها پاک و منزه است. و 33 بار الحمدلله بگید. یعنی چی؟ یعنی 33 تا از نعمتهای الله رو که به شما داده به خودتون یادآور بشه. اگر انسان بیاد یادآور بشه، همون فاطمه وقتی که بیاد و بگه الحمدلله من دست دارم، خیلی هستن که دست هم ندارن. من آسیابی دارم که بچرخونم، خیلی هستن که آسیاب ندارن. من گندمی دارم که آرد بکنم، خیلی هستن که همین گندم رو ندارن. علی وقتی که احساس میکنه که بله من دست دارم، قدرت دارم، میتونم با تناب آب از چاه بکشم، کسی ها خیلی ها هستن که همین قدرت رو ندارن، همین چاه رو ندارن، همین تناب رو ندارن. همه اینها نعمت هاست. این نعمت ها رو وقتی ببینی ازشون لذت میبری. پس این رو ما بدونیم قبل از خواب هر روز نعمت‌های الهی رو به خودمون یادآور بشیم، حداقل 33 تا از نعمت‌های الله رو یادآور بشیم و 33 بار به خودمون یادآور بشیم که خداوند متعال پاک و منزه از این که ما رو ضایع بکنه، ما رو از ما رو فراموش بکنه. نه، خداوند بزرگ هست،
بزرگ هست که نمیذاره که یک ظالم و ستمگری بر ما چیره بشه. و اینا رو وقتی بیاد خودمون میاریم و نعمت های دعا میکنیم که الحمدلله الذی اطعمنا و حمد و سپاس الله رو که به ما غذا داد، به ما نوشیدنی داد و ما رو از گزند خطرها و از بیماری ها و امان داد و در یک آسایشی داریم میخوابیم، اون وقتی که نعمت ها رو میبینیم، وقتی که صبح از خواب بیدار میشیم نعمت زندگی رو احساس بکنیم، اون وقتی که نعمت رو میبینیم، باید نعمت ها رو ببینیم. اما دیدن نعمت ها باعث نشه ما مغرور بشیم مثل قارون. قارون چی میگفت؟ انما اوتیتها علی علم عندي. این حرف قارون رو شما روی زبان خیلی از احمق ها میشنوید در دور و بر خودمون. آقا به برادرت کمک کن، چشش کور، من از کوچیکی بهش میگفتم درس بخون، زحمت بکش، فلان، من این دار و زندگی که دارم این دسترنج منه، خیلی من تلاش کردم، درس خوندم و تونستم لیسانس بگیرم و الان دروازه های نعمت برون باز شده. عجب، مگه نمیبینی که آقا تو لیسانس گرفتی، تو همین رشته شما زیرکتر از شما دکترا گرفته بیکار است، زندگیش فلجه. بله کار داره، 4 تا بچه شل هم داره که کل هزینه همه درآمدش چه هست؟ داروی بچه هاش هست. زنش هم طلاق گرفته رفته و یک جنجالی اون براش به پا کرده، صبح تا بعد از ظهر تو دانشگاه هم جون میکنه، بعدش میره تاکسی رانی میکنه، بعدش میره شب هم تا صبح جایی نگهبانی هم میده، هنوز نمیتونه چرخش زندگیشو بچرخونه. اون وقت تو میای برادرت رو تحقیر میکنی، خواهرت رو تحقیر میکنی که اون نداره. این انما اوتیت و علی علم عندي، این حرف قارونه که این چیزای مال و ثروتی که ما دارم به خاطر اینکه شایستگیشو داشتم. نه عزیز من، تو شایستگی هیچی نداری، این رحمت الله هست، خداست که به تو نعمت داده. و اگر قدر نعمت رو ندونی، و این شکرتم لازیدن نکن، قانون الهیست، اگر شکر نعمت رو به جا آوردید بیشتر و بیشتر به تو میدم. و این کفرتم این عذابی لشدید، و اگر کفران بکنین عذاب الله شدید هست. و همین قارون ببین، فخسف به، خداوند متعال همه قارون و قصرها و مال و ثروتش زمین دهن و کرد، همه اینا رفتن پایین. چقدرند افرادی که ما میدونیم در یک شبانه روز از میلیونر و تریلیونری افتاد شد زیر بار قرض، همه در یک زلزله اومد کل داراییش رفت، یک حرکت اقتصادی نادرست کل سرمایهش رفت، یکی گولش زد کل سرمایهش رفت، نه هیچی زیر بار موند. آقا یک اختلاسی شد، اختلاسی هم بالا کشید مالش رفت دیگه، انما اوتیت و علا علمی دیگه نمون، این قیافه گرفتن و غرور شکست. بله عزیزان، و در مقابل میبینیم که حضرت سلیمان هست با اون عظمت و با اون ثروت و با اون دارایی و با اون نعمت هایی که خداوند متعال بهش داده بود چی میگفت؟ هذا من فضل ربی، این چیزایی که هست همش کرم و سخاوت الله هست، من هیچی نیستم، هذا من فضل ربی لیبلونی اشکر و ام اکفر، خداوند متعال میخواد منو آزمایش بکنه، خداوند با نعمتهایی که به ما داده میخواد ما رو آزمایش کنه که ما واقعا شکر نعمت به جا میاریم یا کفران نعمت میکنیم. لیبلونی اشکر و ام اکفر، من شکر میگم، اما اگر شکر بکنیم بگه خداوند به شکر ما نیاز داره، نه، من شکر فانما یشکر لنفسه، کسی که شکر نعمت‌های الهی رو به جا میاره در واقع واسه خودش شکر میکنه، واسه خودش خوبه، مزید نعمت براش میاد، خداوند متعال بیشتر و بیشتر میده. و من کفر فان ربی غنی کریم، و کسی که کفران نعمت میکنه خداوند متعال غنی هست، بی‌نیازه و بخشاینده است، از بخشش و کرم و
الهی است که خداوند متعال امروز هم به فقیران، به کافران روزی میده، به مؤمنان میده، به خوبان میده، به بدان میده. این دنیا برای خداوند متعال پشیزی ارزش نداره. اگر دنیا به اندازه یک بال پشه ارزش میداشت پیش خدا، هیچ وقت به کافری که به خدا فوش میده روزی نمیداد. اما نه، اینم بنده خداست، خداوند به همه میده. اینی که ما چش گوشمون رو باز کنیم و نعمتهای الله رو ببینیم. وقتی نعمتهای الله رو دیدی، در عبادت الله، در شکر گذاری نعمتها لذت میبریم. شما تصور بکنید حجم کاری که روی پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم هست. پیامبر مسئول همه جامعه هست، قضایای اقتصادی جامعه، قضایای سیاسی جامعه، جهاد و دفاع از جامعه و مواظب بودن که از هر سو دشمن قصد حمله داره، همه اینها کار و زندگی و درد این و مشکل اون و فلان. با تمام این فشاری که روی پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم هست، نیمه های شب بلند میشه و مشغول عبادت، همسرش دلش میسوزه، یا رسول الله، خداوند متعال از شما در گذشته، شما بهشتی هستید، چرا اینقدر رو خودت فشار میاری؟ اینقدر مشغول عبادت، اینقدر مشغول کار و زحمت. پاهای پیامبر ترک بر میداشت، میفرمودند افلا اکون عبد شکورا، من یک بنده شکرگزار الله نباشم؟ درسته که خداوند متعال این همه به من نعمت داده، این همه بر من فضل و کرم داده، فضل و کرم الله بر پیامبرش بسیار هست، یعنی خداوند متعال به نعمتهایی که به پیامبر داده، نعمت رسالت رو به پیامبر داره، به نبوت اون رو انتخاب کرده. نعمتی بزرگتر از این که از بین خلایق، از بین همه این خلایق که خداوند متعال آفریده، از میان اونها پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم رو انتخاب بکنه به نام به عنوان سید انبیا و خاتم المرسلین، چه نعمت بزرگی است. خداوند متعال نعمت نبوت رو به پیامبرش داده، نعمت قرآن رو به پیامبرش داده، نعمت سوره فاتحه رو به پیامبرش داده. خداوند متعال به پیامبرش تذکر میده، یادآوری میکنه، ولقد آتینا کسبعا من المثانی والقرآن الکریم، ما به توی پیامبر سوره فاتحه رو دادیم با قرآن کریم. یعنی سوره فاتحه در جای خودش یک ارزش، کل قرآن کریم در جای خودش یه ارزش. اینا رو همه شما به شما دادیم. سوره فاتحه چی هست؟ سوره فاتحه سوره حمد، الحمد لله رب العالمین. یعنی ما اگر بخوایم سپاس الله رو، حمد و شکر خدا رو به جا بیاریم، یا خدا رو بشناسیم که شناخت خدا، تصور خدا در قدرت ما نیست، یا نعمت‌های خدا رو بتونیم ببینیم همشو، که نعمت‌های خدا و انت عدو نعمت الله لا تحصوها، نعمت‌های خدا رو اگر بخواید ببینید و حساب کنید غیر قابل شمارش هست، همه اینها غیر قابل شمارش هست. یعنی ما در حمد و ثنای الله موندیم، چه بگیم؟ اینجاست که خداوند متعال به ما یاد میده که بگو الحمدلله. یعنی خود الحمدلله هدیه الهی، خودش نیاز داره که باز بر روی الحمدلله ما خدا رو باز حمد و ثنا بگیم که همچنین نعمتی رو به ما داد که ما رو از این بیچارگی در آورد. که چی بگیم؟ که خداوند متعال به ما فرمودن الحمدلله. سوره فاتحه سوره ای هست که خداوند متعال میفرماید این نمازه. سوره فاتحه مهمترین سوره ای هست که باید در هر نمازی خونده بشه. و خداوند به ما میفرماید در حدیث قدسی که سوره فاتحه رو من دو نصفش کردم بین خودم و بندم، و بندم هر چه بخواد، نصفش از منه، نصفش از بنده، بندم هر چه هم بخواد بهش میدم. وقتی که بنده میگه الحمدلله رب العالمین، خداوند متعال میفرماید که خب بندم منو، حمد و ثنای من رو به جا آورد. الرحمن الرحیم، بندم حمد و ثنا و مکانت منو شناخت. مالک یوم الدین، این بنده است که خدا رو شناخته. خداوند متعال میفرماید هر چی میخواد بهش میدم. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اینا همش قسمتی است که مال خداست. بنده میاد پیش خدا، خودش رو، بندگیش رو ابراز میکنه که خدایا غیر از تو هیچ.
الان خدا به بندش میگه که چی میخوای بپرس. اهدنا الصراط المستقیم، ما رو به راه راست هدایت بکن. همین راه راست است، راه دیدن نعمت ها. تا حمد الله رو به جا آوردن، شیطان چی گفت؟ میشینم روی این طرف و اون طرف و از راه مستقیم و راه راست دینا رو میزنم اون ور تا شکر نعمت ها رو به جا نیارند. ولا تجدوا اکثرهم شاکرین، نخواهید دید که بیشترشون شکر بگذارند. و این کار رو داره میکنه. اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. و خداوند متعال است که به بندهش میگه که هر چی میخوای برات میدم. اینی که خداوند رو ما بتونیم این مفاهیم رو بفهمیم، نیاز هست که سوره فاتحه رو خوب بفهمیم، نیاز هست که قرآن رو بفهمیم، نیاز هست که با پیامبرمون آشنا بشیم. وقتی قرآن رو فهمیدیم، با پیامبرمون آشنا شدیم، اون وقتی که از عبادت هامون لذت میبریم. این عبادت هایی که خداوند متعال به ما داده و پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم چطور ما رو تربیت میکنند برای شناخت حمد الهی و لذت بردن از نعمت ها. خداوند پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم از جمله دعاهاشون این بود که اللهم اینی اسألک الثبات فی الامر، اللهم اینی اسألک الثبات فی الامر والعزیمة على الرشد و اسألک شکر نعمتک و حسن عبادتک. بار الها، من میخوام که منو ثابت قدم قرار بدی در این مسیری که انتخاب کردم، در مسیر توحید و عبادت الله متعال، و به من قوت و شکیبایی بدی، عزم بدی، قدرت تصمیم گیری بدی تا در رشد و تعالی و پختگی و ایمان ثابت قدم باشم، از جمله راشدان باشم، از جمله هدایت یافتگان باشم. و اسألک شکر نعمتک، و ازت میخوام که به من قدرت بدی تا شکر نعمتهایت رو به جا بیارم. شکر نعمت ها شکر است به زبان، که ما این نعمت ها رو ببینیم و ذکر خیر خدا رو بکنیم که این نعمت ها رو به ما داده. و شکر است به قلب، که احساسشون بکنیم، لذت ببریم ازشون. و شکر است به دست و پا و جواره و جسممون. اعملوا آل داوود شکرا، ای آل داوود شکر رو انجام بدید. پس وقتی نعمت رو میبینیم و ازش لذت میبریم، احساسش میکنیم، حمد و ثنای الله رو به جا میاریم، استفادهش میکنیم برای ادای شکر نعمت، زکات نعمت رو به جا میاریم. زکات قوتت این هست که بتونی با این قوتت به دیگران خدمت بکنی. زکات این هیبت و مکانتی که خداوند متعال بهت داده این هست که این هیبتت رو استفاده کنی در رفع مشکلات جامعه و رفع درگیری هایی که بین مردم هست و شفاعت این رو پیش اون بردن و نمیدونم بین مردم میانجیگری کردن و مشکلاتشون رو رفع کردن. هر یکی از نعمت هایی که خداوند متعال به شما داده زکاتی داره، خیراتش رو باید بدی. زکات بصرت رو بدی به یک نابینایی کمک کنی، به یک کسی که قدرت نابیناست در خوندن و نوشتن بهش خوندن و نوشتن یاد بدی، نابیناست در تلاوت قرآن تلاوت قرآن رو بهش یاد بدی، نابیناست در علم و دانش بهش یاد بدی در زمینهایی که تخصص داری و توانمندی داری. زکات مال و ثروتت هست که به همه مستمندان کمک کنی. همه یعنی تمام نعمت ها، استفاده درست نعمت ها از در خدمت خلق. این هست که این در واقع اون وقت است که ما میتونیم بگیم که ما گفتیم الحمدلله. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به صحابی بزرگشون معاذ رو بهش میگن که یا معاذ والله اینی احبک، سوگند به خدا که من تو رو دوست دارم معاذ، و من یک سفارشی میکنم. الان پیامبر معاذ رو دوست داره و به این دوستش یک هدیه میده. و این سفارش چی هست؟ میگه یا معاذ بعد از هر نماز هیچ وقت این دعا رو یادت نره، اللهم اعینی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. بار الها منو یاری بده در اینی که ذکر تو رو به نحو احسن انجام بدم، یعنی همیشه در یاد تو باشم، همیشه در این یاد در تصورم باشی که تو منو میبینی، هر کاری که میکنم ذکر الله روی زبانم هست، توی دلم هست،
تو احساسم هست. اللهم عینی علی ذکرک و شکرک، و منو یاری بده تا شکرت رو ادا بکنم. این شکر نعمت الله هست که من وقتی که خدا تو رو توفیق بده، اون وقتی که نعمت الله رو میبینی، باید رابطت رو با خدا اینقدر صمیمی بکنی که خداوند متعال همه مدارک فهم رو توی جسمت باز بکنه تا از هر سو نعمتهای اللهی که هست اینها رو ببینی. و حسن عبادتک، و منو یاری بده تا تو رو به بهترین وجه عبادت بکنم. عبادت به بهترین وجه خیلی مهم هست. اگر توفیق الله نباشه، همین عبادت هم نصیب انسان نمیشه. یادت هست روزی که خیلی خسته بودی، شبی که خیلی خسته بودی و خوابیدی، اما توفیق الله یاری کرد، صبحش بلند شدی رفتی نماز جماعت. اینجا توفیق الله هست. میبینی خیلی ها همسایه مسجد هستن، اما پایشون این توفیق رو نداره که اونا رو بلند کنه بیاره مسجد. اینها دیگه از توفیق الهی محرومند. یعنی این کسی که مسجد نمیاد یعنی چی؟ یعنی خدا نمیخوادش تو خونش ببیندش، یعنی این لیاقت رفتن به مسجد رو نداره. پس از خداوند این توفیق رو بخوایم که خداوند متعال به ما توفیق حسن عبادت بده و همچنین توفیق شکر نعمت. و از دعاهای پیامبر بود رب اجعلنی لک شکارا، خدایا بار اله منو بسیار شکر گذار قرار بده. شکار صیغه مبالغه است، یعنی هی شکر بگم، هی شکر بگم، هی شکر بگم. و هرچی هم شکر گفتی قانون الهی به حرکت در میاد و این شکرتم لعزیدن نکن. هرچی شکر نعمت رو بیشتر به جا بیاری، نعمت رو ببینی، نعمت بر زبانت باشه، در قلبش باشه، در احساست باشه، لذت ببری ازش استفاده درست ببری، اون نعمت رو خداوند متعال افزون و افزونترش میکنه، بیشتر و بیشترش میکنه. این شکر نعمت نعمتت افزون کند، کفر نعمت از کفت بیرون کند. چقدر از ما بودن که چه نعمت هایی داشتیم، در یک چشم هم زدن از دستت رفت. چرا؟ ارزش نعمت رو نمیدونستی. چرا؟ چون که نمیدونستی که نعمت بزرگ رو چطور ازش استفاده بکنی. و از دعای پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بود در سجده هاشون، اللهم اعوذ برضاك من سخطك، بار الها من پناه میبرم به خوشنودی تو از خشمت، و به معافاتك من عقوبتك، و به بازخواستت و به عفو و بخشایشت از بازخواستت، و اعوذ بك منك، و پناه میبرم به تو از خودت، لا احصی ثناء عليك، من نمیدونم چطور تو رو مدح و ثنا بکنم، خدا موندم، مدح و ثنای تو رو بلد نیستم. انت كما اثنيت على نفسك، دهنها میتونم بگم خدای تو همون طوری هستی که خودت رو حمد و ثنا گفتیم. نعمت های الله بسیارند، نیاز هست که ما چون پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم سر به بالین نگذاریم مگر اینی که چشمامون رو باز کنیم و نعمت‌های الهی رو قبل از خواب به خودت یادآور بشو. چه اتفاقی میفته؟ انسان وقتی که چیزی رو قبل از خواب به خودش یادآور میشه، وقتی میخوابه این عقل باطنش روی همین کار میکنه. این نعمت‌ها در عقل شما، خوابید عقل داره روش کار میکنه. صبح وقتی بیدار میشید خیلی فرش، خیلی زیبا و خیلی با انرژی زیاد میای بیرون، چون که ذهنت ساخته شده این همه نعمت ها رو خداوند متعال بهت داده. و صبح رو هم آغاز میکنی با دیدن نعمت زندگی مجدد، با اون ذهنیتی که ساخته شده، اون وقت در زندگی یک انسان موفقی خواهی شد و نعمت ها رو خواهی دید آنچونان که پیامبر میدید، و شکر نعمت رو به جا خواهی گذاشت. این به سلام شیوه دیدن نعمت های الهی است که پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم به ما یاد دادن. تا دیدار دیگر همه شما عزیزان رو به الله منان میسپارم. الله شما را یار باد و یاور.
رسول الله.